سلام من میگم یاشارم خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بازی سایبرپانک 2077 در این ویدیو به سراغ تمامی اسکیل های داخلی اتریبیوت کول میریم و تمامی پرکاش رو بهتون نشون میدم تا بتونید بهترین انتخاب رو برای کارکترتون داشته باشید بریم سراغ اولیش از یا خون سرد خودمون اونطور که مشخص مخصوص کارهایی هست که نیاز به آرامش بالا در لحظه های استرالی داره استیلز اولین اسکیل این, این دسته هستش که تمرکز بر روی فعالیت های مخفیانه داره از صورت حرکت مابین دشمنها در حالت مخفی گرفته تا استفاده از, از صدا خفه کن و چاو و انبا و اقسام ها. کرکترهایی که مایلن مخفیانه بازی کنند و دشمنها رو پیچاخکش کش کنند این اسکیل خوراک خودشون دومین اسکیل این دسته Cold Blood هستش که اون تمامی استات رو بوست میکنه و با اسپا دروردن هر دشمن با پای مختلفی رو برای 10 ثانیه به شما اضافه می‌کنه که اگر به اندازه کافی در این دسته پرفورمنس کنید حدودا هیچ وقت جون کم نمیاد و همه دشمن رو بدون استفاده از خون زدن پاتو این اسکیل به تمامی بیلتها ها کمک میکنه برای این پیشنهاد میکنم که حتما توضیحات قدرتاش رو خوش همونطور که میدونید هر اتریبیوت 20 لول داره که با هر آپگریدش مقادیری از هر استاتتون هم همراه باش رشد میکنه و پرکای جدیدی براتون باز میشه هر اتریبیوت شامل دو یا سه دسته اسکیل میشه که هر کدوم در فعالیتی در بازی تاثیر مستقیم داره و جداگانه در مسیر خودشون لول میشه اولین اسکیل سس هستش که همونطور که گفتم تمرکز بر روی مخفیانه حرکت کردن و از پا دروردن دشمنها داره سایلنت اند 25 درصد دمیج اصلای صدا خفه گندارتون رو در حالت مخفیانه نشستن بیشتر میکنه. لگاپ سرعت حرکتتون رو 30 درصد بعد از مخفیانه از با دروردن دشمن به مدت 10 ثانیه افزایش میده. دگر دیلر به شما اجازه میده تا چاقوهاتون رو با نگه داشتن ال2 پرتاب کنید. سنایپر دمیج هدشات زدنتون رو زمانی که در حال مبارزه نیستید تا 50 درصد افزایش میده. crouching تایگر سرعت حرکتتون رو در حالت نشست 20 درصد افزایش میده. استراگ فرام دی شادوز شانس ضرب اساسی زدنتون در حالت مخفیانه 15 درصد افزایش میده. کاتروت دمیج چاقوی که پرتاب میکنید رو تا 60 درصد افزایش میده. هیدن درگون به شما اجازه میده تا با پریدن به سمت دشمن بیخبر از با درشون بیارید. می اساسین میزان دمیج شما رو با آدمیزادها 15 درصد افزایش میده. اگریسیو انتیاکسین شما را نسبت به تمامی سموم کاملا نقاوه میکنه کلین ورک به شما اجازه میده تا بعد مخفیان از با دارابردن دشمن ها اونها رو با نگه داشتن دکمه آرسه حمل کنید استنینگ بلوز به شما اجازه میده تا با وارد کردن ضربه با اسلحه ها دشمن ها رو گروگان بگیرید فرام د باعث میشه تا به محض وارد شدن به مبارزه تا 50 درصد شانس ضربه اساسی وارد کردنتون تا 7 ثانیه بیشتر میشه گوست زمان تشخیص داده شدن شما رو در حالت مخفیانه تا 40 درصد افزایش میده. کماندو باعث میشه تا شما در زیر آب هرگز دیده نشید. ونموس فنگز باعث میشه تا تمامی چاقوهای شما سمی بشند. راتل سنیک باعث میشه تا دشمنانی که سمی شدن سرعت حرکتشون کاهش پیدا کنه. میزوریتیف شدوز باعث میشه تا سرعت بازگشت سلامتیتون زمانی که در حالت مخفیانه هستید 25 درصد افزایش پیدا سایلنت فینیشر باعث میشه تا با یک ضربه چاقو دشمنانی که خونشون کمتر از 15 درصد شده رو بلافظه را از پا در بیارید نیروتوکسین میزان دمیج وارد شده توسط سم رو دو برابر میکنید هیستی ریتریت سرعت حرکتتون رو زمانی که توسط دشمنی تشخیص داده میشید برای 5 ثانیه تا 50 درصد افزایش میده هیستند اینویدبل باعث میشه تا به دشمنانی که سمی سم شدن 20 درصد بیشتری وارد بشه نینجوتسو باعث میشه تا دمیج اسلحه های سرتون زمانی که در حالت مخفیانه نشستید 100 درصد دمیج بیشتری وارد کنن و همچنین باعث ضربه اساسی بشن چیتس باعث میشه تا زمانی که خونتون به کمتر از 50 درصد برسه تمامی دمیج های دریافتیتون رو برای 10 ثانیه 50 درصد کاهش بده و اما در نهایت با رسیدن به لول آخر این اسکیل پرک تاکسیکولوژی باز میشه که باعث میشه سهم وارد شده به دشمنها پنج ثانیه بیشتر دمیج کنه و با هر پرک خرج شده دو دهم ثانیه افزایش پیدا کنه اسکیل دوم کولد بلاد هستش که تمرکز بر روی حفظ کردن خونسردیتون در مبارزه دارید کولد بلاد اولین پرک این دسته هستش که اگر نداشته باشیدش هیچ کنوم از پرک دیگه کار نخواهند کرد این پرک باعث میشه بعد از از پا در آوردن هر دشمنی برای ده ثانیه باف کولد بلاد دریافت کنید و سرعت حرکتتون رو دو ثانیه افزایش بدید و تا سه بار هم قابلیت افزایش مجدد داشته باشید. کریتیکال کاندیشن باعث میشه تا باف کولد بلادتون تا ده ثانیه بیشتر ادامه پیدا کنید Rapid Blood Flow سرعت بازگشت خونتون رو در مبارزه و خارج از مبارزه تا 100 درصد سرعت می‌بخشه. کولد Blood باعث میشه تا یک واحد دیگه هم به میزان کولد بلادتون اضافه بشه. ویل تو Survive میزان تمامی مقاومتتون رو در ازای هر کولد بلاد فعالی که داشته باشید دو درصد افزایش میده. فراسی سرنپسس زمان مجدد فعال شدن حکای سرعتیتون رو به ازای هر کولد بلاد فعال شده 6 درصد کاهش میده. Frozen پرسیشن میزان دمیج شلیک به سر تا 50 درصد افزایش میده. آیسی وینز میزان لگد اصل رو تا 5 درصد به ازای هر کورد بلاد اکتیو کاهش میده Defensive کلوسینگ باعث میشه آرمار شما رو تا 10 درصد به ازای هر کورد بلاد اکتیو افزایش بده بلاد برا میزان دمیج اصل های سردتون رو به ازای هر کورد بلاد اکتیو تا 10 درصد افزایش میده پرداتور سرعت حملتون رو به ازای هر کورد بلاد اکتیو تا 3 درصد افزایش میده کویک سرعت آپلود شدن هکاتون رو به ایزای هر کد بلاد اکتیو تا دو درصد کاهش میده. کالدن کالکولیتینگ باعث میشه تا با ضربه اساسی وارد کردن 25 درصد چانس داشته باشید تا یک پک کامل کالد بلاد فعال بشه. باتوال باعث میشه تا هر زمان که خونتون به کمتر از 45 درصد برسه به صورت اتومات یک پک کامل کالد بلاد براتون فعال بشه. کلاگلنت باعث میشه تا کالد بلادتون دونه به دونه کم بشه به جای اینکه درجا کامل غیر فعال بشه. پنیز ان باعث میشه تا هر زمان که کل بلادتون فعال هستش 5 درصد دمجه کمتری دریافت کنید ایمیونیتی باعث میشه تا هر زمان که کل بلادتون فعاله نسبت به آتش برقسم و خوندیزی مقاوم باشید آنبرکبل میزان کل بلاد جمع شدهتون رو یک واحد دیگم، اضافه و اما در با رسیدن به لول آخر اسکیل کولد بلاد برگر مرسیلس باز میشه که باعث میشه هر زمان که کولد بلادتون فعال میشه شانس ضربه اساسی وارد کردنتون 10 درصد و دمیج ضربه اساسیتون 25 درصد افزایش پیدا کنه و با هر که خرج شده به ترتیب 1 درصد و 3 درصد دیگه هم افزایش پیدا کنه خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ازش استفاده کرده باشید اگر سوالی و مشکلی داشتید میتونید در قسمت کامنت از من بپرسید خیلی خیلی ممنون میشم اگر ویدیوم رو لایک و سابسکرایب کنید و میتونید می جنگوله کانال دکمه سابسکرایب رو روشن کنید تا واسه آپلود شدن ویدیو بعدی ازش خبردار باشید امیدوارم روز خوبی داشته باشید در ویدیو بعدی میبینمتون